مهمان من در دانشگاه تهران رشته حقوق خوانده و از دانشگاه لندن دکترای جامعه شناسی گرفته است، ولی از جوانی به روزنامه نگاری پرداخته و شهرت او هم به سبب ارائه نوعی از روزنامه نگاری است که خاص خود اوست. عده‌ای او را روزنامه نگاری می دانند که ارتباطهای گسترده‌ای با داخل ایران دارد و به همین دلیل از همه جا و همه کس باخبر است. منتقدانش می گویند او نه روزنامه نگاری حرفه‌ای بلکه داستان پرداز خیال‌بافی است، بی اعتقاد به حرفه خطیر روزنامه نگاری. جواب او به منتقدانش چیست؟ آقای علیرضا نوریزاده، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. متشکرم. درود به شما و بینندگانت. آقای نوریزاده، شما خودتون هم حتما میدونید که به شما میگن جنجالی ترین روزنامه نگار. شاید بی دلیل هم نباشه. حالا به هر حال توی این صحبت با هم دیگه میکنیم متوجه میشیم که چقدر محقن اونهایی که شما به این شما اینطوری لقب رو دادن. ولی قبل از اون من میخوام تعریف شما از روزنامه نگاری چیه آقای نوریزاده؟ ببینید، روزنامه نگاری اگر در مفهوم کلاسیکش بخوایم بگیم، نامه اخبار بیرون میدیم، طبیعتاً کار ما این است که خبری رو ببینیم، اون به اصل طلایی بی بی سی رو هم رعایت کنیم، از دو منبع خبر رو تایید بگیریم، به چاپ برسونیم. ولی طبیعتاً امروز روزنامه نگاری دیگه این نیست. روزنامه نگاری راه رفتن روی لبه بسیار نازک دیواری است یا پل صراطی است که هر لحظه ممکن آدم به این سو یا آن سو بغلطه، تبدیل بشه به ارگانی در دست یک رژیم یا قدرت، یا تبدیل بشه به اپوزیسیون. یعنی در واقع این دو حالت وجود داره، به خصوص در سرزمین‌های مثل کشور ما. بنابراین کار بسیار مشکلی است، با جونش آدم بازی میکنه. الان دیگه قضیه خیلی خطرناک شده، بعضی از رژیم‌ها حاضرن که روزنامه‌نگار رو سر ببرن که واقعیت‌ها بیرون نیاد. در این حال روزنامه نگاری محقق، روزنامه نگاری تحقیق میکنه، اینوستیگیتیو ژورنالیسم، این هم الان باب شده که بسیار وسیعه. ولی شما قبول دارید که بخشی از این تعریف روزنامه نگاری هم پایبند بودن به حقیقت و احساس مسئولیت کردن در مقابل اون چیزی که به مردم ارائه میده؟ بدون تردید. بسیار خوب. حالا بسیار هم خطرناکه و چیز مهمی است که انسان هم توی که عرض کردم این ور اونور نغلطه. خب اینجا درست همون جاییه که به شما انتقاد میکنن آقای نوریزاده، و صحبت از اینه که شما در موارد متعددی در رادیوها، تلویزیونها، روزنامه ها، وبسایتتون همه یک ادعاهای عجیب و غریبی مطرح میکنید که تعیین صحت و سقمش هم خیلی کار دشواریه. این آقای نوریزاده میگه و دیگران هم باید قبول بکنن. نه. خب حالا نمونش من به شما میگم. شما مثلا در مورد برنامه که خودتون دارین، پنجره‌ای به روبه خانه پدری، در اون برنامه بارها و بارها مطالبی مطرح میکنین که مثلا فرض کن که در یک موردش که من فکر میکنم این 4 ماه پیش بود، صحبت از این میکنین که آقای خامنه‌ای مداحانی که میرن اونجا و براش مداحی میکنن، اینا رو طلا و جواهر و تریاک و مواد مخدر بهشون میده. نه، من نگفتم. استدلالتون به چیه؟ بله الان براتون میگم، طلا و جواهر من نگفتم هیچ وقت، چون آقای خامنه‌ای طلا جواهر به سکه میده ولی طلا جواهر نمیده. صحبتی که من اونجا میکردم مایه ای از طنز و مایه ای از جدی بود، برای اینکه همیشه در یه برنامه تلویزیونی شما خشک نمیتونید بگید. خب کجاست جدیه؟ الان براتون میگم، من وقتی برمیگردم میگم سید علی آقا و مجلس کوکنار، این یه واقعیته، اینو میدونم، چون آقای خامنه‌ای رو از قبل از انقلاب میشناسم، با پدر من آشنا بود، تو خانواده ما رفت آمد داشت، تمام خانوادهش رو از بچه و بزرگشون میشناسم. و آقای خامنه‌ای هم هیچ وقت این رو انکار نکرده، بلکه ایشون به بنده مستقیما عتابم زده که حالا بهش میرسم که میگم. من میدونم که آقای خامنه‌ای چه گرفتاریایی داره، یه حلقه محدودی هم دوستانی رو داره، این آمیخته شده با طنز. ایشون سکه میده، بسیار آدم با کرامتیه، اینا که پیشش میرن خیلی هم بهشون میرسه، یا پاکت میده یا سکه. و اون جنبه بعدیش جنبه طنز داشت، گفتم ایشون خوشگم معامله میکنه. در نتیجه در یک تلویزیون که شما دارید با مردم حرف میزنید، اگر روزی من اومدم گفتم بله من میخوام الان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای رو باز کنم، اونجا دیگه شوخی نباید بکنم،
اونجا خیلی جدیه که این کارم کردم. شما یعنی شما پس من متوجه الان نشدم، شما آقای خامنه ای بر اساس اون چیزی که شما در اون تاریخ خاص که من اشاره کردم بهش گفتین، آقای خامنه ای به مداهاش سکه میده ولی تریاک نمیده؟ نه نه ببینید، باز شما دارید اوت اف کانتکست میگید. شما بعد اون برنامه رو کامل ببینید، من اینجاش طنز به کار بردم، این ظرافت، گفتم آقا هم خشکه معامله میکنه هم نقدی، سکه رو میده به اونایی هم که محبوبش هستن، جور دیگه هم میرسه. این خبر نبود که به مردم بدم، بخشی از یه شیرین کردن برنامه بود. حالا در جای دیگه آقای نوری‌زاده در روزنامه کیهان شما در گزارش از بیت رهبری میگین و صحبت از این میکنین، شما جزئیات این که در خانه آقای خامنه ای چی میگذره، چه قرصهایی میخوره، چند تا قرص میخوره، نمیدونم اون اتفاقاتی که در اونجا میفته، به قول خود شما لهو و لعبی که در اونجا جریان داره، همه اینا رو توضیح میدین. شما یک دونه سند هم ارائه نمی کنید و اینا رو با به طوری میگین که انگار خودتون اونجا بودید. خب حالا من عرض میکنم خدمت، ما باز میرسیم به این که متاسفانه در ایران این نوع نوشتن یا این نوع صحبت کردن تبدیل میشه به اینکه فلانی خیال پردازی میکنه، داره از خودش میرسه. آنچه در درون بیت آقای خامنه ای من فاش کردم، به مرور همه، هیچ کس نه پسرای آقای خامنه ای رو میشناخت، نمیدونست تو خونه چه خبره، نمیدونست آقای وحید کیه. روزی که من اینا رو گفتم خیال پردازی بود، اما به مرور که دونه دونه یکی یکی اینا بیرون اومد، دیگه از خیال پردازی در اومد، معلوم شد آقای وحید حقانیان کیه، معلوم شد آقای خامنه ای غیر از بیتشون ویلاهای دیگری هم دارن که به اونجا تشریف میبرن، معلوم شد آقای خامنه ای این طلبه های نیستن که کفش نعلین میپوشن، شرکت در آفریقای جنوبی دارن، در کجا سرمایه گذاری کردن. اینا رو وقتی من میگم، با رژیمی که اون همه امکانات برای تخریب من داره، چرا از میونه تمام روزنامه‌نگار خارج از کشور علیرضا نوری‌زاده سینگل آوت میشه هر 20-30 در تلویزیون، 9.5 در اون یکی تلویزیون، خیلی دیگه هم هستن آقای معتی، خیلی دیگه هم هستن آقای نوری‌زاده، ولی نه در این حد، نه در این حد نشونه نکردن، نه در این حد کردن آقای درسته. من چون هر روز میرسیم، من هر روز جمع میکنم تمام چیزایی که راجع من گفته میشه، نوشته میشه، جمع میکنم. این حداقل برای فرزندانم یه یادگاری هست که کارهای پدرشون بیهودم نبوده. واکنش نظام نسبت به این آقای مدحی رو میبرن تو همین فیلمشون، راجع به یه گروهی که بهش پیوسته دارن حرف میزنن، مرتب عکس منو نشون میدن و راجع من حرف میزنن. روزنامه خراسان صفحه اول عکس منو میذاره، اصلا ربطی به من نداره. میخوام بگم رژیم روی علیرضا نوری‌زاده حساسیت داره. خب. من هیچ احساس بزرگی نمی کنم، ولی اینو مردمی که از ایران میان به من ما به همه اینها میرسیم، به آقای مدحی هم میرسیم که موضوع بسیار جالب توجهیه به دلیل مسائلی که پیش اومد و ارتباطش با شما. ولی علل اصول شیوهی که شما اینا رو بیان میکنین و نحوهی که شما گزارشتون یا خبرتون یا مقالتون ارائه میدین، یه طوری وانمود میکنین که شما اطلاعات خیلی دقیق دادین، انگار که خودتون اونجا بودید و مدعی هستین که افرادی از وزارت اطلاعات، از خانه آقای خامنه ای همین به شما گزارش میدن. شما میتونید به راحتی این حرفا رو بزنید. خیلی از مسائل روشنه آقای نوری‌زاده، مسائلی نیست که در خفا باشه که در خانه آقای خامنه چه کسی هست و چه کسی رفت آمد دارن و چه کسانی باشون کار میکنن. این که حالا چند تا قرص آقای خامنه ای میخوره و چه کار میکنه و دیپرس یا فلان کسک بهش اینو گفت یا اینا مهم نیست. نه مهم هست، ولی اگه درست باشه. خب من دارم اینو به تو عرض میکنم. ببینید آقای فانی، باز من برمیگردم به گذشته. پدر من سردفتر بود، فوکولی هم بود، آخوند، ولی آخوند باز بود، یعنی خیلی در میان رفقاش آخوند بودن، آقایون علما هم همه میدونن. من از کودکی با اینا برخورد داشتم، اینا رو میشناختم، باشون آشنا بودم. همکاران من در دفترم میدونن. همین چند روز قبل یک روحانی اومد به دفتر من، یه پیغامی آورد. این روحانی خیلی آدم محترم و معتبری است، جناب عالی هم میشناسینش. باز از جانب یه روحانی دیگه پیغام به من داد. این تقصیر من نیست که میان سراغ من یا به من اطلاعات میدن. در خیلی از موارد من در یک شرایطی قرار گرفتم که یه تهدیدی علیه من بود، استناد من به یکی از همین گزارش ها باعث شد که خیلی مقامات اینجا اینو جدی گرفتن، برای اینکه اون آدم رو میشناختن، تونستن باهاش چک کنن. بنابراین من همینجوری نمیام بگم. روزی برای من اطلاعات مختلف میرسه، گاهی اوقات اینا رو ایگنور میکنم، نمیگم، بهش نمیپردازم. گاهی اوقات خیلی که جالب باشه بهش میپردازم. اون چیزی که راجب آقای خامنه ای میگید اتفاقا از دو تا نامه بود که من عین اینها رو
برای ثبت دادم که در کیهان باشه، برای اینکه اون نوشته ای بود از ایران اومده بود با خط و ربط و ضبط. البته کلاه هم سرم میذارن گاهی، یعنی آدمی مدعی است که من فلانم، یکیش همین آقای متی بود، بعد میاد به قول معروف دیگه اون وقت تهیه کار میبینیم نه. آها، حالا شما در مواردی که به مسائل تاریخی یا تاریخ اخیر، یعنی تاریخ بعد از انقلاب اشاره میکنید، هم بسیاری از مواقع اصلا پایبند واقعیت تاریخی هم حتی نیستید، اون انتقادی که به شما میکنن و شما تو وبسایت ها نگاه بکنین در مورد شما و انتقاداتی که به شما کردن و مواردی که تناقض هایی در صحبت شما در آوردن بی نهایت، خودتون بهتر از من میدونید. حالا یه نمونه شما به شما بله شما سر مسئله اعدام خانم فرخرو پارسا وزیر فرهنگ کابینه هویدا، شما این رو یک طوری تنظیم میکنید، ترسیم میکنید که اولا انگار خودتون اونجا بودید. بله خانم بودن. خانم یعنی مراسم اعدامشو دیدید؟ بله بله مراسم اعدامشو دیدید. بله بله شما بله شما صحبت میکنید که ایشون رو در جلوی کافه شکوفه نو در شهر نو ایشون رو دار زدند و تناب پاره شده و ایشون میفته زمین و یک خانم روسپی دیگه ای که باهش داره اعدام میشه، معروف پری بلنده، بله بله. و باش اون هم دادش در میاد که چرا به سر این میارید و اینو تو گونی میکنم و دوباره و از این ماجراها و یک افسری میاد و داد میزنه فلان اینا. دقیقا. در و این در حالی که اون خانمی که اعدام شده ظاهرا در تیر ماه 1358 اعدام شده، خانم فرخرو پارسا نه در قلعه شهر نو بلکه در زندان اوین تیرباران شده و دارم زده نشده. نه. اولا خانواده خانم پارسا حرف منو تایید میکنه، خانوادهشون، دخترشون در کتابی که خانم پیرنیا نوشته با اونا مصاحبه کرده و اونا حرف منو تایید میکنن. حالا براتون میگم این داستان چیزی هم نیست که بخوام خیلی مبالغه روش کنم، خوشم هم نمیاد. من به عنوان در اون زمان به عنوان روزنامه‌نگاری که آمد و رفت داشتم، با هم دادگاه انقلاب میرفتم، داستان اعدام روی پشت بام علوی رو باز من دیدم، نوشتم در خود ایران، نه اینکه اینجا که بگن نوریزاده از خودش، هم تو ایران تو اطلاعات شماره مخصوص روز جمعه درآوردم. در مورد خانم پارسا دقیقاً ایشون رو جلوی قلعه اعدام کردم با تناب دار و پاره شد به خاطر سنگینی خانم پارسا. این حرفایی که شما میزنید یک آقایی هست، داستانش هم بهتون میگم. این آقا جو سازمانی بوده، اومد از خارج یک کتابی نوشت 4 جلد راجع به دوران زندانش. این 4 جلد فقط اون سازمان رو تبلیغ میکرد، بقیه همه خائن بودن تو زندان. من یه نقدی بر کتاب ایشون نوشتم. از اون به بعد علیرضا شد شمر ابن زلجوشن، ایشون یه سایت باز کرد علیه من، هر چی قص و سمین به هم میبافه برای اینکه بگه من بی رب میگم. یعنی همه کسانی دیگه که صحبت میکنن در این مورد از ایشون نقل قول. نه ایشون، این مورد خاص مال ایشونه و چند مورد دیگه هم ایشون مچگیری کرده. مثلا من یه کتابی دارم، ما بچهای خوب امیریه، این روایت زندگی خودمه، ولی همیشه بهش گفتم رمان روایته، یعنی به خاطر شرایط زندگی و مسائلی که نمیتونم بگم آمیختم این رو با روایت خودم. اولش میگم این رمان روایته، ایشون برمیداره از اون رمان روایت تیکه در میاره و میگه اینجا نوریزاده اینو گفته. خب معلومه من اونجا نمیخوام بگم دکتر عاملی تهرانی در چه شرایطی بود، اسم محمد رضا رو به کار میبرم، این بعد من میگه عاملی تهرانی رو اونجا اینو گفتی. ببینید آقای فانی، ما با دنیای غریبی روبرو هستیم. در این دنیای غریب اگه شما انگلیسی باشی، آمریکایی باشی، فرانسوی باشی، هر ادعایی بکنی به 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 چقدر عالی افشاگری کرد، اما اسمت علیرضا نوریزاده باشی، ایرانی باشی، پوستتو میکنن. اگر 100 تا کار درستم کرده باشی، اگه یه جای اشتباه بکنی، من با دنیای عربم سر و کار دارم، خیلی از این کارا رو اونجا نوشتم و کردم، اونجا تحسین دیدم و قدر دیدم، این طرف نیش و نوش شنیدم، اما از خود مردم ایران جز مهر و محبت ندیدم. این برای من خیلی مهم. ولی شاید آقای نوریزاده علت این باشه که شما قبل از اینکه روزنامه‌نگار باشید یک فرد مخالف و فعال سیاسی هستید. من فعال سیاسی نیستم. حالا سیاسی به معنای مخالفت با جمهوری اسلامی ایران، به طریقی که شما تبلیغ میکنین و از جریانات مخالفش هم حمایت میکنین و به هر حال تلاشتون اینه که نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه. کاملا. خب یعنی
این با روش و اون مرام روزنامه‌نگاری نمیخونه. ببینید آقای فانی، مگه ما در شرایط عادی هستیم؟ روزی که من دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات شدم، جوانترین دبیر سیاسی، به خاطر اینکه کودتای افغانستان رو تونستم گزارش کنم، با آقای ترکی مصاحبه کنم، اون روز من 26 سالم بود، کشورم یه وضع دیگری داشت. بعد که به مرور انقلاب شروع شد، خب من حس سیاسی تر شدم توی قضیه. امروز من در شرایط طبیعی نیستم. در جهان عرب که من دارم مینویسم، شما علیرضا نوری‌زاده اپوزیسیون رو دیگه نمیبینید، یا در تلویزیون‌های عربی که من میرم من تحلیلگر میشم، ولی خطاب که با مردم خودم دارم، من از مصیبتی رنج میبرم، کشور من در چنگ عده‌ای است که من حالا روی مسئله نمیخوام پافشاری بکنیم، ولی شما میتونین نگین که من روزنامه دیگه میگم من یک مبارز سیاسی هستم، من یک مخالف هستم. شما مبارز سیاسی هم خدا و هم خرما که نمیشه. شما مبارز سیاسی هستی برای اینکه بری به یه مقامی برسین، دوستان ما که میخوان رئیس جمهور بشن غیر. من که نمیخوام، من میخوام برگردم روزنامه اطلاعات، برگردم برنامه صبح بخیر ایران رادیو، ولی با این رژیم مخالفم و این مخالفتمو قایم نمی‌کنم. خیلی صریح و علنی میگم که من با این رژیم مخالفم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این اشاره که شما در مقدمه فرمودید که نوری‌زاده با جاهای بعضیا میگن ارتباط داره، ما در خدمت آقای صادق سبا دوست عزیز و مدیر تلویزیون در پاریس بودیم، آقای خاتمی اومدن. خب آقای سبا به خاطر موقعیتش در بی بی سی تنها روزنامه‌نگاری بود که جواز ورود به صحنه رو پیدا کرد، و من خود آقای سبا متعجب شد و من بهش گفتم به خاطر اینکه من اینا رو می‌شناسم، من عروسی آقای خاتمی پدرم اونجا بوده، باهاشون بودم، این دلیل آشنایی من با آقای خاتمی هم جلو همه اومد و من روبوسی کرد که فردا روزنامه کیهان ورداشت ناسزا با آقای خاتمی گفت. این دلیل برای اینه که خب من می‌شناسم اینا رو. این کسی نمیتونه بیاد به من بگه آقا نوری‌زاده چجوری پس از خاتمی میگه؟ خب اگه میشناسمش، میدونم همسرش کیه، میدونم دایی همسرش امام موسی صدره که من میرفتم بیروت پیشش. یعنی بسیار خب، نه اون شناخت بحث ما اون نیست، اون شناخت خیلی طبیعیه، شما در یه خانواده بودین که ارتباط داشتین، همه هم اینو میدونن، بارها هم گفتین اینو، ولی بحث ما سر شکل روزنامه‌نگاریه که شما ارائه میدید. شما در مورد مسائل برنامه هسته‌ای ایران هم مدعی هستین که اطلاعات دقیقی دارید که ایران دنبال سو، البته این بحث رو سال 2009 شما مطرح کردید در یک برنامه تلویزیونی که شما سند و مدرک دارین که ایران دنبال سلاح هسته‌ای داره. حتی نه گفتین بعد دنبال سلاح هسته‌ای، اینو گفتم ولی نداره نگفتم. ولی شما میدونین که سازمان‌های اطلاعاتی، مجموعه سازمان اطلاعاتی آمریکا، اینا اعلام کردن که ایران مدت هاست که گذاشته کنار برنامه تولید سلاح هسته‌ایش، ولی شما مصر هستین که نه. یعنی پس اون سند و مدرکی که اولش هیچ وقت ارائه نکردید، به هیچ کس هم نشون ندادید، ولی به هر حال اگر هم اون سند و مدرک احیانا به دست سازمان اطلاعاتی غرب افتاده باشه، احتمالاً باور نکردم. ببینید آقای، مگر من خبرگزار سازمان اطلاعاتی غربی ام؟ من مگه نباید، من که نمیخوام برم به CIA، یا البته رژیم میگه MI6 هم CIA ام، فقط من جزء سازمان اطلاعات بورکینافاسو نیستم، ولی مال بقیه هستم. من وقتی میگم رژیم دنبال سلاح هسته‌ای است، بر این باور دارم، با آدمای حرف زدم که اینو برای من گفتن و بهشون اعتقاد دارم که رژیم جمهوری اسلامی دنبال سلاح هسته‌ای است. استناد اصلی من در این حرفی است که آقای خامنه‌ای در حضور آقای آیت اللهی و چند تن دیگر از مسئولان گفته بود که نگاه کنید به کره شمالی، کشور گرسنه بدبخت، با دو بمب هسته‌ای آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس ببینید داشتن این تکنولوژی تا چه حد به ما کمک میکنه. و بعد شما نگاهی به استراتژی رژیم بکنید، نگاهی به این کتابچه‌ای که آقای محمد جواد لاریجانی در آورده به عنوان اون نگاهی که به ام القرا داره. اینا همه نشان دهنده اینه این رژیم در پس ذهنش به دنبال سلاح هسته‌ای است. حالا فشارها زیاده، نمیتونه، منم هیچ وقت ادعا نکردم رژیم اسلحه داره، گفتم به دنبالش است. این استراتژی نهایی رژیم هست، the final target بمب اتمی داشته باشه. خب همونطور که گفتم، ولی ظاهرا سازمان های اطلاعاتی غرب این اطلاعات رو ندارن. سازمان های اطلاعاتی غرب بازی میکنن آقای فانی. چند مدل حرف زدن راجع به ایران، هر زمان مصلحت ایجاب کرده ایران پسر خوب شده، هر زمان مصلحت ایجاب نکرده پسر بده شده. زیاد بهشون اعتماد نکنید. آقای نوری‌زاده، شما اشاره کردیم به آقای مدحی. آقای مدحی به هر حال ماجرای آفرید با اون برنامه‌ای هم که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران درست کردند. به نظر شما آقای مدحی کی بود و چی بود داستان؟ آقای به نام محمد رضا مدحی، ملقب به حسینی،
حدود 3 سال قبل از تایلند، 2 سال قبل با من تماس گرفت و قبل از اون آقای امیر فرشاد ابراهیمی که جزو انصار حزب الله بود در ایران و بعد اومد بیرون و زندانی شد و زجر کشید، ایشون به من گفت این یه آقای به نام متی دنبال تلفن توه و به من هشدار گفت این کار، این فکر بدی داره راجع به تو. یه آقا با من تماس گرفت گفت من جانباز 70% هستم شیمیایی، توی اسکایپ هم دیدمش، این آمپولی که میزد به دستش 2 تا کرتون 60 تا قرص 70 تا نه 80 تا قرص، گفت میخوام افشاگری کنه. من شروع کردم با متی صحبت کردم، اول ادعا کرد اون محققی است که برای من اطلاعات میفرسته، ولی بعد از چند روز دیدم اون نیست، حالا میخواد خودشو بزرگ کنه. شروع کرد راجع به آقازاده ها، خیلی جالب مطالبی گفت. لطف کنید خلاصه بگیم. این آقای متی مدتی من باش حرف زدم، بعد ازش مدرک خواستم، فرستادم فتوشاپه، بعد ازش سوالاتی کردم دم دروغ میگه. اینه که ما یه جا قطع کردیم 1.5 سال پیش، بعد یه دفعه دیدم بعضی از دوستان اعلام کردن ایشون مصاحبه مطبوعاتی داره، پرس کانفرانس، و بعدم جزو یه گروهی شده. تعجب کردم، گفتم این، به دوستی در اون گروه گفتم ایشون شارلاتانه. آقای نیروزاد، من مصاحبه شما رو با آقای متی دیدم، یه مصاحبه تلفنی بود و از تلفن باهاش صحبت کردید و بسیار هم هندونه زیر بغلش می‌داشت، شدید، یعنی یه طوری ایشون رو قبول کرده بودید و حتی در جایی گفته بودید که من اسناد مدارکش هم دیدم و اینا مورد تایید و دادم تایید کردن. همه اینا رو گفتید، ولی یک جای دیگه خیلی بعد از اینکه ماجرا رو روش شد، حالا بحثتون اینه که من 200 تا مدرک ازشون دارم که سر 99 تاش قلابی. ببینید شما گفتم راجع به آقازاده ها تمام مدارکش درست بود، چون عضو کمیته تحقیق بود، تمام اطلاعاتی راجع بچه تبسی، راجع بقیه اینا داشت، دقیق بود و مدت ها متی خیلی پرسایش حرف میزد، منم تاییدش کردم، تشویقش کردم، به مردمم گفتم به حرفاش گوش بدن. اما زمانی که شروع کرد، من خوشبختانه تمام برنامه‌ام تو سایتم هست، زمانی که شروع کرد بی ربط گفتن، ادعا کرد گروه جمع یاران داره 20,000 نفر دنبالشن و بعد خط قرمز داشت، حاضر نبود سراغ آقای خامنه ای بره، پاشو نمیذاش اونجا. اونجا ما استاپ کردیم، بستیم. حالا شما فکر میکنید آقای متی مأمور وزارت اطلاعات بود که اومده بود برای همین کار و بعد برگشت؟ نه، متی آدمی بود دنبال پول اومده بود، تصور میکرد اپوزیسیون پول داره، خب میگفت تو برنامه نوریزاده من معروف میشم، اپوزیسیون همه میان سراغ، ما هم یه پولی میگیریم حال میکنیم. دنبال این بود، دو زن داره بچه، در این حال نگران دخترش بود تو ایران، میگفت میترسید که اینو بگید. من الان فکر میکنم متی، من تصورم اینه، هنوز در تایلنده، اون فیلم، اون اتاق، اون دکوریشن تایلنده و یه دیلی با جمهوری اسلامی کرده، اینی که ایشون از اول مأمور دو جانبه بوده حرف بی ربطی. یعنی اینا رو باز دوباره اینجا شما دارین داستان پردازی میکنه آقا، یعنی خیال بافی میکنه در واقع شما. از کجا میگین تو تایلنده و همه اینا بازیه؟ یعنی چه سند مدرکی دارین؟ شما یه حسم بهتون خدا داده، یعنی شمع روزا نقربون دکوراسیون نگاه کن، مبلا رو نگاه کن، دکوراسیون همه جا میتونن درست کنن، همه جا درست میکنن که شبیه تایلند بشه. شما اون مبلمان آقای متی رو کسان دیگری که اونجا رفتن دیدن، آها، اون شکل رو دیدن. در این حال من نگفتم، من فکر میکنم ایشون در تایلنده. کی گفتم 100% روی قرآن میزنه؟ نه، من فکر میکنم ایشون هنوز در تایلنده، چون زرنگتر از اون بود که به دام رژیم بیفته. آقای نوزه، شما صحبت تعظیم میکنید، در یک جای در مورد آقای احمدی نژاد میگین که این فرزند خلف انقلاب خمینیه و از لجنزار مثلا گل یاس بیرون نمیاد، یا از این صحبتان بحثتون اینه که آدمایی که تو این رژیم بزرگ شدن و بودن و رشد پیدا کردن هیچ کدومشون قابل اعتماد نیستن، ولی در عین حال اون وقت در مورد همین آقای متی وقتی صحبت میکردین که به هر حال پاسداران خیلی زیادی هستن که اینها ناراحتن و خیلی افراد دیگه، همه الان از آقای موسوی اینا هم اینجا و اونجا شما حمایت میکنید، آخر نمیتونین که هم تو لجنزار گل یاس نروه و هم همین آدمای اولا من هیچ کدوم اینا گل یاس ندونم. حالا یه چیز به این مضمون، حالا هیچ گل یاس هیچ کدومشون رو نمیدونم، چون هر کدوم یه نوعی گرفتاری های خودشونو دارن، ولی اگر یه آدمی بیاد بیرون، یه آدمی دیگه حاضر نباشه بخشی از این نظام باشه، بیاد علیه نظام موضع بگیره، این آدمو من استقبال میکنم، روشم میبوسم، خیلی هم خوشحال میشم که بیاد. آقای کروبی و موسوی در یک برهه تاریخی نقش بسیار مهمی بازی کردن. من گریبان آقای موسوی رو نمیگیرم سال خرداد 60
چرا حرفی نزدی الان؟ ولی روزگاری آقای موسوی برای اون زمان هم باید پاسخگو باشه، خیلی روشن. آقای مطیع اومده میگه آقا این رژیم بده، من این اطلاعات رو دارم میخوام عنوان بکنم، منم به عنوان روزنامه‌نگار میگم بفرمایید، من این میکروفون رو دارم. میاد یه مدت حرف میزنه، خیلی هم تشویقش میکنم، تاییدش میکنم، وقتی میبینم دیگه داره بیرفت میگه، میگم خداحافظ، دعوا هم باش ندارم، خداحافظ. میره یه سال و نیم بعد میره توی یه سازمانی. به من چه ربطی داره؟ خیلی متشکرم آقای علیرضا نوری‌زاده از شرکتتون در برنامه بیاوردید. ممنون از شما.